مجلس ختم و بزرگ داشته 22 سالگرد ارتحال مرجع راهل آیت الله العظما سید محمد شیرازی قدس سر رو در کشور کویت برگزار شد این مراسم با حضور صدها تن از شیعیان کویت و مقلدین آیت الله شیرازی در حسینی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و از مراکز مرتبط با دفتر معظم الله برگزار شد برنامه ختم قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان در ولایت قندهار افغانستان انجام شد این برنامه توسط مرکز بین‌المللی تبلیغ قرآن کریم وابسته به آستان مقدس حسینی در شهر قندهار و با همکاری حسینی امام رضا علیه السلام انجام شد جنبش جوانان مسلمان حرکت از شباب المسلم از سازمان های شیعی در کشور کانادا یکی از فعال ترین مرکز شیعی در این کشور به شمار میرود که نقش فعال و بسزایی در پرورش جوانان مدافع مذهب شیعه دارد بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده در پایگاه خبری این سازمان جنبش جوانان مسلمان با قدرت بسیار و با نشاط به اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و نیز برگزاری کلاس‌ها و دوره‌ها برای افزایش سطح آگاهی دینی جوانان شیعه ادامه می‌دهد و با این کار ارتباط بین آنان را نیز بیشتر می تا بتوانند با یکدیگر در کنار یکدیگر نقش بساز رای در جامعه کانادا ایفا کنند. شیخ محمد رزیو اسلام وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق شیرازی دام از در کشور ماداگاسکار از هفت چاه آب با عمق بیش از پنجاه متر در دفتر معظم الله در شهر ماهاجانگا در این کشور خبر داد به در ادامه افزود این اقدام نیکوکارانه همزمان با 22 سالگرد ارتحال مرجع راهل مرحوم آیت الله لزما سید محمد شیرازی قدس از رو معروف سلطان و معلفین صورت می گرد و آب استخراج شده از این چاه قرار است در میان نیازمندان منطقه که از کم آبی رنج می برن. نیز توضیح شود سازمان جهانی بهداشت با صدور بیانیه رسمی ویروس کرونا را خطری که همچنان وجود دارد دانست که می تواند مشکلات جدید و بیشتری را در جهان به وجود آورد این سازمان افزود بر اساس آمار به دست آمده توسط سازمان بهداشت جهانی تنها در 28 روز گذشته بیش از 23 هزار بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند و در طول این 28 روز 3 میلیون نفر در سراسر سر جهان به کرونا مبتلا شدند این یعنی خطر همچنان پا بر دانشمندان موفق به شناسایی گروه جدیدی از ویروس ها در دریا شدند که میروس ویروس نام دارد نتیجه تحقیقات پژوهشگران در فرانسه که گزارش آن روز چهارشنبه در نشریه نیچر منتشر شد از شناسایی این گروه از ویروس های عجیب حکایت دارد که به طور نامحدود در دریاها پخش می شوند. به گفته دانشمندان این ویروس این گروه از ویروس ها که میروس ویروس نام گرفتند در سطح آب دریاها و اقیانوس های سراسر سر جهان وجود دارند و پلانکتون ها را آلوده می کنند.